یعقوب فصل چهارم علت نزاع‌ها و دعوایی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آنها خواهش‌های نفسانی شما نیست؟ خواهش‌هایی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند. شما به چیزهایی که ندارید چشم می‌دوزید. برای آن آزر دیگران را بکشید. حسد می ورزید ولی نمی توانید آنچی را که می خواهید به دست آورید. پس با یک دیگر به جنگ و نزاع می پردازید. شما آنچی را که می خواهید ندارید چون آن را از خدا نخواستهید. اگر از خدا هم بخواهید دیگر حاجت شما برآورده نمی شود. چون با نیت بد و به منظور ارضای هوسهای خود آن را می طلبید. ای مردمان خطاکار و بیوفا، آیا نمی دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر کی بخواهد دنیا را دوست داشته باشد، خود را دشمن خدا می گرداند. آیا گمان می کنید کلام خدا بی‌معنی است وقتی می فرماید؟ خدا به آن روحی که خود در دل انسان قرار داده، به شدت علاقه دارد و نمی تواند تمایل انسان را به چیز جز خود تحمل نماید. اما فیضی که خدا می بخشد از این هم بیشتر است، چون کلام او می فرماید خدا با متکبران مخالفت می کند و به کسان فروتن فیض می بخشد. پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستای خود را بشویید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک سازید. ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خنده شما به گریه و خوشی شما به غم مبدل شود. در پیشگاه خدا خود را خرد سازید و او شما را سرفراز خواهد ساخت. ای برادران، از یک دیگر بد نگویید. کسی که به برادر خود بد بگوید و یا نسبت به او داوری کند، از شریعت بد گفته و سرهان حکم داده است. اگر نسبت به شریعت داوری کنی، تو داور شریعت شده ای و نه به جا آورنده آن. دهنده شریعت و داور یکی است، یعنی امان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که درباره امسایه خود داوری می کنی؟ ای کسانی که می گوید امروز یا فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا تجارت می کنیم و سود فراوان می بریم، ولی نمی دانید فردا چی خواهد شد. زندگی شما مثل بخار است که لحظه دیده می شود و بعد از بین می رود. در عوض آن شما باید بگویید اگر خدا بخواهد ما زنده می مانیم تا چنین و چنان کنیم. شما از خودستایی لذت می برید و این صحیح نیست. بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است.